سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام به شما یه تعداد از وبسایت هایی که شما میتونید از طریق اون دوستیابی بکنید در کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهای امریکایی یا استرالیا و یا کشورهای دیگه که به جز ایران و افغانستان، شما میتونید از طریق وبسایت هایی که توی این ویدیو بهتون معرفی میکنم دوستانی از جنس مخالف برای خودتون پیدا بکنید. یا البته خب موافق هم هست توی این وبسایت‌ها، که بستگی به خودتون داره که چه جنسیتی خودتون دارید. اما در هر صورت وبسایت‌هایی که امروز بهتون معرفی می‌کنم بنا به درخواست بسیاری از دوستانی هست که در ویدیوها میان کامنت می‌ذارن که آقا همچین وبسایت‌هایی رو معرفی بکن. قبل اینکه ویدیو امروز شروع بکنم، خواهش می‌کنم ازتون کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. آدرس کانال تلگرامی من همین بالا هست، زیرنویس ویدیو هم میشه. حتما عضو بشید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که قرار میدم دوتر از سایرین قرار بگیرید. بریم سراغ آموزش امروز و معرفی وبسایت هایی که در زمینه دوستیابی های بین المللیه. خب اولین وبسایت پارشیپ هست. خب من اگه قرار باشه دومین های اینا رو به صورت کامل برای شما بخونم، فکر میکنم خیلی زمان میبره. اغلب این وبسایت ها در کشورهای اروپایی هستن، هلند، امریکا، بلژیک، میگم امریکا و کشورهای متعددی که دارن فعالیت میکنن به دلیل اینکه افراد بسیاری تو این کشورها زندگی میکنن. الان شما دارید میبینید این سایت یکی از سایت هایی که عملا قابلیتی رو در اختیار افراد قرار میذاره که بتونن به راحتی در بین افراد متعدد به جستجو بپردازن، دوستان متعددی پیدا بکنن و ارتباطات خودشونو بتونن به راحتی گسترش بدن. توی این وبسایت عملا شما میتونید بر اساس جنسیتتون و یا اینکه به دنبال چه جنسیتی هستید میتونید سرچ بکنید. شما مثلا اگر مرد باشید دنبال خانم میگردید اینجا، اگر مرد باشید دنبال دوباره خانم بگردید، به همین شکل زن به دنبال زن، دوباره به همین شکل فرم تکمیل میکنید، آدرس ایمیلتون رو میزنید و ثبت نام میکنید داخل این وبسایت. وبسایت های متعددی هست، یعنی شما حتی میتونید وبسایت هایی رو ببینید که مثلا برای جستجوی افرادی هست که اضافه وزن دارن. اینها میتونن به راحتی با هم ارتباط داشته باشن، یا افرادی که وبسایت هایی که فقط در زمینه دوستیابی فعالیت دارن که این افرادی که بهشون میخوان یه کیس رو معرفی بکنن، مثلا ممکنه شما یه وبسایت رو پیدا بکنید که برای افرادی که کوتاه قد هستن معرفی کیس رو انجام میده. مثلا اون وبسایت تخصصا کارش همینه، اونی که برای اضافه وزن تخصصا کارش فقط برای افرادی که اضافه وزن داره، اون که به دنبال مثلا افرادیه که جنسیت مقابل خودشون براشون مهم نیست، چه مرد باشه چه زن، اون هم دوباره وبسایتاشون متعدد هست و فرق میکنه. اما وبسایتایی که کارهاشون به این شکل هست، بعضیشون برای ارائه خدمات از افراد پول اخذ میکنن، یعنی میگن آقا برای اینکه شما بتونید تلفن این فرد رو داشته باشی یا برای اینکه بتونی باهاشون چت بکنی لازمه که فلان مبلغ یورو رو واریز بکنی تا بتونی از خدمات این وبسایت استفاده بکنی. اما وبسایت های بسیاری هست جز همین وبسایت هایی که امروز دارم بهتون معرفی میکنم، اینها به هیچ عنوان پولی از افراد اخذ نمی کنن و عملا تمام خدماتی که انجام میدن به صورت رایگان، مگر اینکه شما بخواید تماس تصفیه از طریق سایت با کیس مورد نظر داشته باشی که اون دوباره هزینه‌اش رو باید پرداخت بکنی، چون اولا از یه سرویس داری استفاده میکنی که این سرویس برای خود اون وبسایت هم هزینه بر هست، چه اینکه برسه قرار باشه این خدمات رو به شما بده. تفاوتی از این که این سرویس تو چه کشوری ارائه میشه برای شما نخواهد داشت، فقط نوع سرویس و قابلیت هایی که این شرکت ها به افراد میدن خیلی مهمه. من هلوش یه سال قبل در خصوص وبسایت های ایرانی با شما صحبت کردم و وبسایت های ایرانی رو به شما معرفی کردم که همتون هم خاطرتون هست، منتها من الان لینک اون ویدیو رو هم حتما در انتهای ویدیو خواهم گذاشت تا بتونید شما هم به لیست وبسایت های ایرانی که در زمینه دوستیابی فعالیت میکنن حتما دسترسی پیدا بکنید. توی این وبسایت ها عملا کارهایی که انجام میدن نه تنها آشنایی افراد، بلکه خب سرویس های دیگه هم ارائه میدن. مثلا ممکنه شما در کشوری مثل آلمان زندگی بکنی و بخوای ازدواجت رو رسمی انجام بدی، از طریق این وبسایت ها میتونی با مراجعه کردن به مراکزی که ثبت ازدواج انجام میدن این کار رو انجام بدید. کما اینکه الان مثلا در ایران شما بخوای این کار رو انجام میدی به دفترخونه یا محضر مراجعه میکنی، در خارج از ایران هم به همین شکل، در ترکیه مراجعه میکنن به شهرداری ها و عملا این کار رو در شهرداری ها پیگیری میکنن و ثبت قانونی ازدواجشون رو انجام میدن در محلاتی که مشخص شده و روال قانونی که داره
طی میشه. من وبسایت های بسیاری رو پیدا کردم که تمام این خدمات رو به صورت کاملا رایگان به افراد ارائه میدن، یعنی بابت معرفی کیس ها، بابت اینکه شما ثبت نام میکنید توی این وبسایت ها، هزینه‌ای از شما دریافت نمیکنن. در انتهای ویدیو من آدرس تمام این وبسایت ها رو منتشر میکنم. باز هم اگر شما خودتون وبسایت های دوستیابی رو پیدا کردید که به صورت بین المللی فعالیت میکنن، حتما لینک اونها رو در انتهای ویدیو توی توضیحات توی نظرات بنویسید. همه اینها رو برای افراد قرار میدیم. حتی ببینید وبسایت هایی هستن که به صورت لاکچری دارن خدمات رو میدن، یعنی یه خانم خیلی مایه‌دار دنبال یه آقای خیلی مایه‌دار میگرده، یه آقای خیلی مایه‌دار به دنبال یه خانم مثلا خیلی مایه‌دار میگرده. تو همه دسته‌بندی ها همینطور که دارید میبینید وبسایت ها وجود دارن و بر اساس نوع انتخاب شما و اینکه به چه سلیقه‌ای تمایل دارید میتونید از این وبسایت ها به راحتی استفاده ببرید، استفاده بکنید. بعضی از این وبسایت ها زبان های متعدد رو برای کاربرانشون استفاده میکنن و چندین زبان رو استفادهش رو برای کاربران آزاد گذاشتن که شما هم میتونید از این زبان ها استفاده بکنید برای اینکه بتونید بر اساس زبان خودتون سرچ بکنید. توی این وبسایت ها قابلیت هایی که در اختیارتون قرار گرفته، جدای از اینکه بخشش ممکنه پولی باشه، اجازه استفاده رو فقط به افراد بالای 18 سال میدن. یعنی شما اگر سنت کمتر از 18 سال هست، در زمان ثبت نام بدون شک به مشکل برخورد خواهی کرد. من یه لیست کاملی از این وبسایت ها رو توی توضیحات ویدیو برای شما دوستان عزیز ثبت میکنم. حتما از این وبسایت ها اگر در کشورهای اروپایی، آمریکایی یا استرالیایی هستید، میتونید به راحتی از این وبسایت ها میتونید استفاده بکنید بدون هیچ محدودیتی و راحت میتونید توی اونها دوست مورد نظرتون رو پیدا بکنید، کیس مورد نظرتون رو برای ازدواج یا دوستی پیدا بکنید، یا به هر شکلی دنبال هر رابطه‌ای که میگردید توی این وبسایت ها امکان پذیر هست که بتونید به همه چی دسترسی داشته باشید. از اینکه وقت گذاشتید و تا به این لحظه همراه کانال محمودی در یوتیوب بودید از همتون سپاسگزارم. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید تا به این لحظه همراه من بودید. موفق و پیروز باشید. وقتتون به نیکی و سلامتی خداوند یار و نگهدارتون.